اواخر قرن نهم هجری در مناطق غرب و شمال غربی ایران سه دولت وجود داشت: شروانشاهان، آقویونلوها و قراقویونلوها. اینان با یکدیگر به صورت مداوم در جنگ بودند، چنانکه آقویونلوها موفق شدند قراقویونلوها را از میان بردارند. و این همه ماجرا نبود، چون به جز مدعیان داخلی، دشمنان خارجی هم گاه و بیگاه به مرزهای ایران هجوم می آوردند. از جمله دشمنان خارجی می توان به ازبکان اشاره کرد. اینان که از بازماندگان چنگیز بودند، اغلب به خراسان حمله می کردند و باعث خرابکاری های بسیار در آن منطقه می شدند. دسته دیگر پرتغالی ها بودند که با کشتی های خود به خلیج فارس آمده و در صدد تصرف سواحل و جزایر ایران بودند. خب دوستان عزیز، مثل اینکه وقتمون رسیده که یکی کاری کنه. اکنون و در این لحظه حساس که کشور مورد حمله قدرت‌های مختلف و زورگو قرار گرفته، زمان آن فرا رسیده تا یکی از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی، بزرگ ما که رحمت پروردگار بر او باد، به پا خیزد و به اوضاع نابسامان مملکتی و یاغیگری‌های اوباش پایان دهد. منجی ما اینک به میان ما آمده و این مسئولیت و رسالت بزرگ را که از نیاکانش به او به ارث رسیده بردوش میگیرد. و تو ای اسماعیل، اینان سران هفت طایفه بزرگ و از مریدان شیخ صفی الدین هستند که در شجاعت و وفاداری به سرور خود بیمانندند و اکنون این هفت طایفه تو را در راهی که می روی همراه خواهند. ما آماده ایم تا به فرماندهی سرور و بزرگمان تا آخرین نفس جنگ کرده و در راه اجرای فرامینش کشته شویم. ای دلاوران، من با تمام وجود آمادم تا در برابر ظلم ستمگران بایستم و رسالتی را که جدم بر عهده‌ام قرار داده به انجام برسانم تا کشور را از آشوب و هرج و مرج و بی‌نظمی برهانم. درود بر اسماعیل رهبر مقتدر ما. در ابتدا شاه اسماعیل شروانشاهان را که مسئول مرگ پدر و پدر بزرگش بودن شکست داده و سپس آقویونلوها را سرکوب کردند و به سرعت بیشتر مناطق ایران را تصرف کردند. اسماعیل پس از سلطه بر آذربایجان به تبریز رفت. ورود وی به تبریز نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود. شاه اسماعیل در تبریز تاجگذاری کرد. نخستین اقدام شاه اسماعیل رسمی کردن مذهب شیعه در ایران بود. او با این کار توانست نیروی مذهبی شیعیان را به خدمت دولت صفوی درآورد و آن را وسیله ایجاد یک دولت متمرکز نیرومند در ایران سازد.